به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با مجموعه دیگر از خبرهای آریانا هرات، من مسیح محمدی در حضور شما قرار دارم. نخست سرخط مهمترین خبرها: کشته شدن یک راننده موتورسایکل در هرات، یک جا شدن 13 پلیس ملی با طالبان مسلح در ولایت فراه، و کشته شدن 7 نوجوان با انفجار ماین کارگزاری شده طالبان مسلح در ولایت غور. مشروع خبرها: نبود سیستم درست قضایی و پیگیر نبودن دولت در زمینه محاکمه افرادی که به اتهام فساد اداری بازداشت می شوند بزرگترین چالش هایی است که در برابر مبارزه با فساد اداری وجود دارد. به گفته کارشناسان، فساد اداری از جمله مشکلات بزرگ دولت است که تاکنون در این زمینه کامیاب نبوده است. همکارم آصف جاهد بیشتر به این موضوع پرداخته است. فساد اداری در ولایت هرات و در همه افغانستان، من متاسف هستم که هنوز ای پدیده وجود داره. ولی در اداره ما، اگر من 100% برای شما بگم که نیست، اشتباه میکنم. ولی خود ملزم وزی میدانم تا به منظور اداره سالم و اداره که در او هیچ نوع آلودگی از لحاظ فساد اداری وجود نداشته باشه، سعی و تلاش خود میکنم. در این گمانه نیست که فساد اداری در بیشتر اداره های دولتی وجود دارد. حتی مقامات هم این را رد نمی کنند. اما عامل اصلی آن چیست؟ به گمان کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل عمده آن نبود سیستم قضایی درست برای محاکمه کردن افراد است. فکر می کنم طویل بودن مراحل اداری در کشور، قوانین و مقررات نوع تدوین شده که زمینه را برای فساد آماده می کنه. هر قدر ما بتونیم از عریض بودن مراحل اداری بکاهم، به این معنی که ما تانستیم که دست تعدادی از کسان که به نحو معتو میتونم بگم دلال معامله، اینا رو کوتاه کنه. فساد اداری مشکل بزرگی فراروی دولت و مردم افغانستان است و همواره مردم هم از آن شکایت کردند. اما این تنها کارمندان اداره‌های دولتی نیستند که به این فساد اداری دامن میزنند. احمدشاه یوسفی، کارشناس اقتصادی، میگوید یکی از دلایل دیگری که برای این دشواری میتوان برشمرد، سهم داشتن برخی از مردم در آن است. مردم هم نقش بسیار بزرگی دارن. باور کنین 60% گناه فساد اداری سر مردم است. من میبینم که کارمندای است که اصلا نمیخواین که اینا آلوده باشن، مردم وادار میسازن اینا که باید نمی کارا بکنن. با این حال کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که دولت در مبارزه با فساد اداری چندان موفق نبوده است و اگر کسی هم در این زمینه دستگیر شده، از پشتیبانی نیرومندی برخوردار نبوده است. آنگونه که مقامات میگویند در سال گذشته بیش از 100 تن از کارمندان ارگان‌های امنیتی و ملکی در هرات به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. مسئله بنیادی این است که این افراد آیا محاکمه هم خواهند شد یا نه؟ زیرا یکی دیگر از نگرانی‌ها همین است. بسیاری به این باورند که دولت افراد بازداشت شده را دستگیر می‌کند، ولی از محاکمه آنان خبری نیست. در اخیر این سرویس خبری، شما می توانید برنامه راهکار که به موضوع فساد اداری در اداره های دولتی هرات پرداخته است ببینید و حال گزارشی از پرخوری و یا بدخوری در موقع افطار و سحری. پرخوری و بدخوری در افطار و سحری در ماه مبارک رمضان باعث بروز بیماری های گوناگونی می شود. گفته می شود از آوان ماه مبارک رمضان تا کنون چندین مریض به دلیل پرخوری به شفاخانه انتقال داده شدند. دکتران در شفاخانه تاکید دارند که نباید در سحر و افطار پرخوری و یا بدخوری صورت گیرد. فتان افندی گزارش می دهد. خوردن غذاهای زیاد خصوصا بعد از یک استراحت طولانی مدت معده میتونه باعث آسیب های ناگواری به خود معده شه، از جمله میتونه باعث کشیدگی های آنی معده شه و همچنان تحریک اسید معده به شکل آنی شه و گاهی وقتا هم میتونه باعث ایجاد
هایپوگلایسیمی، پست پراندیال هایپوگلایسیمی یا کاهش قند خون به تعقیب خوردن غذا خصوصا نزد افراد مساعد بشه. و همچنان خصوصا افرادی که وزن بالایی دارند، مصاب مرض قند یا دیابت نوع دو هستند یا تیپ دو هستند و همچنان کسانی که مصاب فشار خون هستند، چربی خون بالا دارند، اینا کوشش کنند که از این ما استفاده عظیمی ببرند، کوشش کنند که از پرخوری های بیروی جلوگیری کنند. یک گروه 13 نفری از سربازان پلیس ملی در ولایت فراه با دو رنجر، سلاح‌های دست داشته و مهمات به مخالفان مسلح دولت پیوستند. در همین حال 7 سرباز پلیس دیگر که از یک جا شدن به گروه طالبان سرباز زدند، توسط این افراد مسموم شدند. مسئولان محلی در این ولایت میگویند این سربازان از یک پسته امنیتی در ولسوالی بالابلوک به طالبان یکجا شدند و تلاش‌ها برای دوباره برگشتاندن آنها جریان دارد. خوشحال زلاند از ولایت فراه گزارش می‌دهد. هفت نوجوان در ولایت غور با انفجار ماین کارگزاری شده گروه طالبان جان خود را از دست دادند. مسئولان محلی میگویند این کودکان در حال چراندن مواشی خود بودند که طعمه ماین کارگزاری شده طالبان قرار گرفتند. والی این ولایت کارگزاری ماین های کنار جاده ای را در این ولایت چالش مهم امنیتی در ولایت غور عنوان می کند. آصف جاهد گزارش می دهد. Thank you.
باز هم سرعت زیاد راننده یک موتورسایکل جان یک جوان را در شهر هرات گرفت و یک تن دیگر را نیز به شدت زخمی کرد. مسئولان شفاخانه هرات میگویند که این رویداد بر اثر تصادف یک موتورسایکل با یک موتر رخ داده است. همکارم شهرام نظری گزارش میدهد. در مجموع حادثات ترافیکی به هرات خیلی اوج گرفته، هر روز در حدود تقریبا به بخش خود ما تنها بخش خود ما چون ما راجستر میکنیم حدودا 25 تا 30 واقعه ترافیکی میایه که تلفات هم حتما داره، معیوبیت اینا در قبال داره. دو پلیس محلی و یک طالب مسلح در حملات جداگانه در غرب افغانستان کشته شدند. مسئولان پلیس در غرب کشور میگویند طالبان مسلح حملات مسلحانه خود را در ماه مبارک رمضان افزایش دادند. به گزارشی از همکارم در این مورد توجه فرمایید. دو سرگروه طالبان مسلح در اثنای کارگزاری ماین در ولایت بادغیس جان باختند. مقام های محلی میگویند این افراد عامل اصلی کارگزاری ماین های کنار جاده ای در این ولایت بودند. همکارم گزارش میدهد. تا لحظاتی بعد همکارم سونیا عزیزی آماده است تا خبرهای اقتصادی را برای شما عزیزان تقدیم کند.
سلام، روز شما بخیر. به چند خبر اقتصادی از ولایت هرات توجه کنید. شماری از کارشناسان در هرات میگویند که عدم نظارت دولت در وضعیت بازار هیچ توجیه منطقی ندارد. بیش از این مقامات در شهرداری هرات گفتند که در اقتصاد بازار دولت حق ندارد تا در بازار مداخله نماید. از این رو شهرداری هرات نمیتواند تا از وضعیت بازار کنترل نماید. همکارم سید محمد فقیری گزارش میدهد. مسئله بازار آزاد که شد، مسئله کنترل و چی از بین میره، دیگه هیچ چیزی وجود نداره. ولی شورولی هرات تا جایی که باز هم وظیفه ایمانی و وجدانی خود میدانه در امورات مداخله کرده، ولی هیچ نخری از طرف شورولی تعیین نشده در طی از مدت ها که ما به دسترس کسی قرار بدیم، به خصوص در مورد گوشت و نان و مسائل اولیه‌ای که بر شهروندا هسته. جالب بزرگ از اینه که بازار آزادی که مثلا ما پیشتر به شما گفتم 250 سال در برمیگیره، امریکا در امور اقتصادی خود مداخله میکنه. بارسال مسئله اقتصاد بازار در امریکا انقدر خوب که امریکا در امور بانک ها مداخله کرد، اما افغانستان که هیچ رقم شرایطی برای تطبیق اقتصاد بازار نداره و هیچ رقم رقابت اقتصادی هم در اینجا وجود نداره، مؤلف های بازار آزاد هم در اینجا وجود نداره. اینا برای خود یک بانه یک توجیه کردن که ما بازار آزاد هست استفاده نمی کنیم. این به این مفهوم نیست که هر کس هر چی میخواه این کار بکنه، بلکه دولت در اینجا باید پالیسی بده و پالیسی از باید بر مکانیزم اقتصادی که مسلط بر جامعه هست عیار باشه. و خبری هم از افزایش تولیدات شیرینی در هرات. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، تولید و فروش شیرینی در هرات افزایش یافته است. افزایش تولیدات داخلی شیرینی در هرات باعث کاهش واردات شیرینی از خارج کشور شده است. حامد شایان گزارش می‌دهد. والا مشکلات ما بیشتر به برقه، مشکل اصلی ما از برقه. تمام سیستم کارخانه ما که هست، شاید دیده باشین شما، همه به حساب برق مربوط میشه و اینا هم همه به حساب خسارات ما از برق دارین که به حساب با ما وارد شده. مثلا میتونستم ما به یک شیفت هم کار کنیم، مثلا سر شوم کار کنیم تا مثلا 10 بجه شب 11 شب 12 بجه شب. حالا ما 5 میریم 5 صبح هم تعطیل که بخاطر میز نظافت ما، کمی دور و بر ما زمین ما تن لستا ما بتونیم به نظافت خواهم برسیم. و حال به نرخ تبادله اسعار خارجی در بازار اسعار فروشی هرات توجه کنید.
یک دلار آمریکایی خرید 51 افغانی و 60 پول، فروش 51 افغانی و 70 پول. یک یورو واید پول اروپا خرید 63 افغانی، فروش 63 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 27 افغانی، فروش 27 افغانی و 10 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 540 افغانی، فروش 543 افغانی. سپاس از همراهی شما. پس از یک وقفه کوتاه همکارم با خبرهای ورزشی در حضور شما قرار خواهد گرفت. به نام خدا. به خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. به ادامه پیکارهای فوتسال ولایت هرات، روز گذشته تیم‌های استقلال معارف و حریوا به دیدار هم رفتند. در این دیدار تیم استقلال توانست 3 بار دروازه حریوا را باز کند و تیم حریوا فقط توانست 1 گل از 3 گل خورده را جبران کند و بازی را به استقلال واگذار کرد. و در بازی دوم هم تیم‌های جامی و مولانا بلخی به مساف هم رفتند که تیم جامی توانست 4-1 تیم مولانا بلخی را مغلوب خود کند و روز هم تیم‌های آزادگان و آریانا در بازی اول و دوم، تیم رازی و نوایی در بازی دوم مساف هم خواهند رفت. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت نیمروز از وضعیت نامناسب و مشکلات موجود در این رشته ورزشی ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که تا به حال تقاضاهای آنان برای رسیدگی به این مشکل از سوی مسئولان در مرکز کشور بی‌نتیجه بوده است. به گزارش در این زمینه توجه کنید. از توجه و همراهیتان تا این قسمت از خبرهای امروز آریانا هرات تشکر. به ادامه خبرها توجه فرمایید.